حالا که همه قهوه خورا جمعن، معلومه که دیگه قهوه خوره دیگه. من کلا قهوه خیلی دوست دارم، قهوه زیاد میخورم، زیاد نه یعنی بیشتر از حد مجاز نه، حالا براتون میگم حد مجازش چقدره، ولی بیشتر از حد مجاز هر چیزی بخورید به مشکل برمیخورید. این ویدیو میخوام یه چند تا تیپ و چند تا نکته براتون بگم که بتونید یه لاته آرت خیلی شیک و تمیز بزنید به صورت خونگی، چون هممون میدونیم وقتی میریم بیرون قهوه میگیریم، قهوه ها با اینکه خوشمزن بله، اما خیلی راحت میشه توی خونه هم قهوه درست کرد، چه با موکاپات چه با قهوه ساز، چند روش وجود داره. من زمانی که توی دانشگاه بودم توی خوابگاه با موکاپات قهوه درست میکردم و زمانی که برگشتم خونه یکم سختی به خودم دادم، پول جمع کردم، یه دونه قهوه ساز گرفتیم و بعد از اون موقع دیگه داریم خودمون قهوه خودم رو دارم درست میکنم. چرا این رو دارم میگم؟ به خاطر اینکه خب وقتی که من میرم کافه یه مثلا موکا مثلا سفارش میدم 100 تومن حداقل میفتیم، درسته؟ خب من 200 گرم پودر قهوه میگیرم 300 هزار تومن. گرم پودر قهوه یک ماه قشنگ به من کار میده، حالا یا 30 شات حتی تا مثلا 45 50 شات هم به من میده. اوکی، این که چطوری ازش استفاده کنیم اینجا مهمه. و 50 شات 300 هزار تومن. فقط تو مثلا باید پول یه مثلا سیروپ کارامل یا یه مثلا سس شکلات بدی و شیر، یعنی از لحاظ هزینه استند پوینت هزینه خیلی کمتر در میاد. البته اینو قبول دارم که بعضی اوقات آدم مثلا حال میکنه بره کافه. خب تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطوری همون افکتی که توی کافه میری رو که اون لاته آرت قشنگه باشه رو چطوری میتونی توی خونه اجرا بکنی. من یه باریستا نیستم، کارمم قهوه نیست، چون خیلی تمرین کردم و زیاد انجام دادم چند تا تیپ کاربردی بهش رسیدم که اگه اجرا بکنید میتونید ازش استفاده کنید. پس let's do this. Okay, let's get this. من فرض بر این میذارم که شما یه قهوه ساز داری و کلیات قهوه درست کردن با اون قهوه ساز رو دیگه بلدی دیگه، مواد لازم شیر و پیچر و خود ماگ و سیروپ کارامل یا هرچی. نکته اول اینه وقتی شیر رو میخوای بریزی اون سر جایی هست که میخوای شیر رو بریزی بره، خب یک مقداری باید فاصله داشته باشه تا اون حدی که شیر رو ریختی، یه مثلا 1 سانت 1.5 سانت، البته بستگی به مدل شیری هم که داری استفاده میکنی داره ها. خب اینو داشته باشی تا براتون بگم. طبق عادت من وقتی قهوه میخوام درست بکنم از لولر استفاده میکنم که سطح رو یکسان بکنه، بعد با تمپر تمپش میکنم یه مقدار سنگین تر بشه چگالیش، بعد وارد دستگاه میکنم که بخوام ازش قهوه بگیرم. و اینکه آره نکته کلی اینه، عموما بلدید دیگه اگه قهوه خورید این داستان ها رو میدونید. خب برسیم به فوم گرفتن از شیر. نازل بخارش باز میکنی اول باید شیر رو گرم کنی چون شیر سرده دیگه. بعد وقتی که پیچر داغ شد خواستی فوم ازش بگیری کجش کن، به همین سادگی اون افکت گردابی رو تو باید داشته باشی، مثل گرداب 2 ثانیه 3 ثانیه شیره رو باید بچرخه. بعد که این کار انجام دادی نازل رو تمیز که کردی یه مقدار میزنش رو زمین حباب اگه داره منفجر بشه حباب نداشته باشه، بعد باز به صورت آروم دورانی میچرخونیش تا احساس بکنی که یه طرحی داره شکل میگیره، بعد اون کاری که میخوای انجام بدی رو انجام میدی. حالا این دفعه که درست کردیم یه مقدار نبدلی شد به خاطر اینکه یه مقدار شیره چون پرچرب‌تر از اون چیزی بود که فکر میکردم یه مقدار بیشتر کف کرد و به خاطر همین اون چیزی که خیلی قشنگ و تر و تمیز باشه در نیامد، اما خب به صورت خونگی خوبه دیگه، چرا که نه. And here you go. قهوه شما آماده است، لذت ببرید. خب نور. Yes. من کلا فن گیمم. یک از گیمایی هم که خیلی دوست دارم وارهمر 40K. حالا بعدا میشه دربارش حرف بزنیم. یه پوزیشن ست کردم. پوزیشن رو چک کنیم. بعد بریم رد کار. Yep. حالا که کلیات درست کردن موکاپا یعنی لاته آرت رو یاد گرفتید چند تا نکته ریس هست که باید بهتون بگم.
این کار خیلی سختی نیست، فقط مورست و تکرار لازم داره. یعنی مثلا یه 3-4 ماه هر روز برای خودت قهوه درست بکنی، سعی بکنی مثلا لاته آرت درست بکنی، اصلا مثلا 10 تا لاته آرتی که درست میکنی 2 تاش خیلی قشنگ در میاد، 5 تاش مثل این که دیدی نیمبند در میاد، 2 تاش هم کلا نابود میشه. حواستون به مدل شیری که استفاده میکنید باشه، شیر پرچرب سریعتر باد میکنه اصطلاحا و شیر کمچرب و اماده سخت تره کار کردن باهاش. به خاطر همینی که اصلا من میگم من باریستا نیستم، به خاطر اینکه افرادی که دوره باریستایی میبینن یاد میگیرن که چطوره با انواع شیرها، انواع شیرهای مختلف از شرکت‌های مختلف با درصد چربی‌های مختلف بخوان لاته آرت رو بگیرن. اون خب یه مقدار کار تخصصی تره، من سیستم خونگیشو فقط گفتم که بلد باشید. یه ویدیو خیلی کوتاه، خیلی دوستانه، خیلی چیل، به خاطر اینکه به بچه‌ها قول داده بودم که بیام بهشون لاته آرت زدن یاد بدم، این ویدیو رو گرفتم. اگه نمیدونید درباره چی دارم حرف میزنم، درباره کانال تلگرامم دارم حرف میزنم که خانواده اونجا داره کم کم بزرگ میشه، لینکشو براتون توی دیسکریپشن میذارم، حتما چک بکنید کانال تلگرام رو، چون بیشتر درباره موضوعات روزمره و اتفاقات و وقایع با هم دیگه اونجا حرف میزنیم. آها، یه ویدیو هم قبلا گرفته بودم درباره این که انواع قهوه رو بشناسید و کلا هر چیزی که باید درباره قهوه بدونید، لینکشو براتون این بالا میذارم، حتما اون ویدیو رو یعنی پیشنهاد میکنم که اون ویدیو رو ببینید. و اینکه یه چیزی رو هم اولی ویدیو گفتم که یادم رفت توضیح بدم و اونم اینه که حد یقف قهوه خوردن در طول یک روز چقدره. منابع متفاوت، یعنی بین علما اختلاف وجود داره، اما در کلیت میگن که حد روزانه کافئینی که شما میتونید به بدنتون بدید 200 میلی گرمه. 200 میلی گرم یعنی چی؟ بخوایم به صورت شات قهوه بخوام حساب بکنیم، 5 شات قهوه میشه حدوداً 200 میلی گرم. هر شاتو اگر که نه اشتباه گفتم، چرت و پرت گفتم، هر شات قهوه که میخواید اگر ربوستای 70% باشه، حدوداً یک چیزی بین 60 تا 70 میلی گرم کافئین توش هست. خب یعنی 3 شات قهوه روبوستای 70% تو میتونی در روز بخوری و این احتمال رو بدیم که اتفاق خاصی نیفته. هر چقدر بیشتر بشه خب آجیته بودن بیشتر میشه، احتمالاً ضربان قلبت میره بالاتر، بعد مثلا سندروم چی بهش میگن، سندروم دوری میگیری، اگه نخوری به مشکل میخوره سیستم. هر چقدر قهوه شاید بیشتر بخوری به بعضی از افراد نسازه، به بعضی از افراد بسازه، معده به فنا بره یا نه، اینکه حالا ناشتا بخوری ناشتا نخوری خودش یه بحث خیلی جداییه. اگه دوست داشتید درباره این موارد بیشتر با هم دیگه گپ و گفت داشته باشید، توی کامنتو برام حتما بنویسید. یه ویدیو کژوال بود، خیلی سریع گرفتمش، خیلی جوس. دمتون گرم. Bella.